امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، متوجه هستم که تمام مخالفان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دنبال سرنگونی و تغییر رژیم هستند، اما ایالات متحده هم معمولا معدود هست مواردی که واقعا به دنبال سرنگونی یک دولت مستقر میره. کاملا همینطور است. ببینید، وقتی که دولت ایالات متحده از تغییر رژیم صحبت میکنه، اون چیزی که کارشناسان سیاست خارجی میبینن نگاهی به این سیاست تغییر رژیم هم که در دههای گذشته هستش که به هر حال استفاده از زور برای تغییر یک رژیم سیاسی است. اون چیزی که ما در ایران منظورمون هست وقتی میگن تغییر رژیم که دولت هم که تغییر رژیم بده، منظور بسیار از افراد استفاده از زور نیست، ولی این هستش که حمایت های همه جانبه بکنه برای اینکه به هر حال دولت ایران ضعیف جمهوری اسلامی تضعیف بشه و موقعیت تظاهر کنندگان، موقعیت کسانی که معترض هستن، موقعیت اپوزیسیون بهتر و قوی تر بشه. اون چیزی که الان وجود داره این هستش که به هر حال کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن که تعدادشون روزافزون هست و به هر حال حرکتی که در داخل کشور داره انجام میشه نشون دهنده این هستش که یک اجماعی وجود داره برای اینکه به هر حال ما در خصوص یک سیاست خاصی به دولت جمهوری اسلامی مشکل نداریم. مسئله ما کلیت جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی باید بره. این مسئله هستش که به هر حال دولت آمریکا چطوری میتونه که به هر حال از نقش خودش، از جایگاه بین‌المللی خودش استفاده بکنه و فشار حداکثری روی دولت جمهوری اسلامی بذاره. از طرف دیگه برای مقامات آمریکایی مسئله‌ای که وجود داره، اون چیزی که بیان کردن در مقاله پولیتیکا مشخص اشاره شده، مسئله محدودیت‌هایی هستش که براشون وجود داره. شاید مختص به این دولت آمریکا باشه که دولت دموکرات هست و مثلا اگه در دولت بعدی جمهوری خواه باشه معادله عوض بشه، کما که در زمان آقای ترامپ موضوع فشار حداکثری اولویت داشت و برخوردش با ایران فرق می‌کرد. ولی مسئله‌شون این هستش که در خصوص ایران در حال حاضر اون نمیتونن که از یک کلیت بزرگتری نادیدش بگیرن. اون مسئله روسیه هستش، مسئله چین هست، این هستش که اروپا الان در خصوص اوکراین و هزینه که داره میپردازه واقعا تا مراحل بسیار جدی مستهلک شده و به هر حال مسئله جدی هست. اگر بخواد که مسئله ایران مسئله حادی بشه، بخواد منجر به درگیری نظامی بشه، بخواد که به هر حال یک جبهه جدیدی از منازعه باز بشه، برای اروپا دشوار خواهد بود، برای خود آمریکا دشوار خواهد بود، با توجه به اینکه در جبهه مثلا تایوان هم با چین تنش‌های بسیار زیادی دارن. برای از جهات مختلف ترجیح دولت کنونی بایدن این بوده که یک روش میانه رو در نظر بگیره و به هر حال با توجه به فشارهایی که ایرانیان خارج از کشور میارن، افرادی که به هر حال معتقد هستن دولت آمریکا باید نیروی بیشتری بذاره و فشاری بیشتری بیاره، ممکن استش که این مقدار یک بالانس تغییر بکنه. ولی در اون چیزی که ما الان گرفتیم این استش که قطعاً این که دولت آمریکا بخواد همه جانبه بره به سمت این که در واقع از تغییر رژیم جمهوری اسلامی به صورت عملی دفاع کنه، حداقل به نظر میاد که این دولت این کارو نخواهد کرد. در این مقاله هم اشاره میشه که ابزارهای زیادی در دست آمریکا نیست. آقای معماریان، فرض کنید الان تایلند مثلا حکومتش استبدادی بشه، به شدت شروع کنه مخالفان رو سرکوب کردن، در چنین شرایطی ممکنه ایالات متحده و کشورهای غربی احرام‌های بیشتری داشته باشن، برای اینکه بالاخره کشوری هستش که توریست میره، تراکنش‌های تجاری داره با مابقی دنیا. ولی جایی مثل کره شمالی که همین الان هم کاملا منزوی هست، ابزارهای شما هم محدوده. نمیخوام بگم ایران کره شمالیه، ولی از خیلی نظرها بالاخره کشوری به شدت منزویه. در این انزوا چقدر احرام‌های بین‌المللی میتونن نقش بازی کنن؟ متاسفانه همینطور هست. یعنی اهرم‌های بین‌المللی که علیه ایران میشه استفاده کرد ضعیف است. یعنی تحریم‌هایی که اعمال میشه بر علیه مسئولین کشور، خب به هر حال اینا نه حساب خارجی دارن، بعد به هر حال به صورت اوریان و اینکه بیان مثلا سفر نمی‌کنن به این شکلی که مثلا مقامات کشورهای منطقه مثلا با آمریکا چه رابطه‌ای دارن، و اون اهرم به هر حال یه خود تاثیرگذاریش در اینجای سوال هست که تاثیرگذار باشه. ولی به هر حال مخالفان جمهوری اسلامی، کسانی که معتقد هستن دولت آمریکا باید فشاری بیشتر بیاره، میگن که مثلا از سازمان ملل میشه استفاده بیشتری کرد، کشورهای اروپایی میتونن که به هر حال سطح روابطشون رو با ایران تغییر بدن و یک پیام جدی رو به ایران بفرستن و سطح روابط اقتصادیشون رو کاهش بدن و این میتونه که از طریق رهبری آمریکا انجام بشه. یا مثلا میگن که در خصوص تحریم‌هایی که همکنون وجود داره میتونن که به هر حال آمریکا میتونه که فشار بیشتری بیاره و تنگناهای بیشتری برای
جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و در مزیقش بذاره برای اینکه به هر حال بتونه که تضعیفش بکنه. این راه حلی هستش که پیشنهاد شده و فشار زیادی میاره که دولت آمریکا از مسیرهای مختلف سعی کنه که جمهوری اسلامی رو در واقع در گوشه دیوار بذاره و مجبور بکنه که به هر حال یک عقب نشینی بکنه. اون چیزی که به هر حال میخوان خب مشخص از این دور از اعتراضات افراد خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. برای دولت آمریکا مسئله هستی به هر حال اینجا هم مسئله بخاطر مسئله هستش که مسئله مهمی است، ربط به امنیت بین‌المللی داره. این نگرانی وجود داره که فشارهای زیادی که اگر به ایران وارد بشه ممکن هستش که ایران رو به اون سمت سوق بده که بره به سمت اینکه سلاح اتمی به دست بیاره. با توجه به شرایطی که تو منطقه هستش و رابطش با روسیه و چین و اینها، اینا میتونه که به پیچیدگی‌های مادرات اضافه کنه. میخوام بگم که در مجموع دولت آمریکا در یک شرایط بسیار دشواری قرار داره و حالا چه دولت دموکرات باشه جمهوری خواه باشه این دشواری‌ها وجود خواهد داشت. به تناسب ممکن دولت‌ها متفاوت عمل بکنن، ولی این دولت قطعاً در به هر حال موقعیتی هستش که من فکر می‌کنم که اگر فشارهای افکار عمومی، فشار ایرانی خارج کشور، فشار رسانه‌ها همچنان ادامه داشته باشه، قطعاً مجاری میتونه باز بشه که کمک‌هایی که دولت آمریکا می‌کنه بیشتر باشه. با توجه به هر حال هزینه سیاسی هم که به هر حال بی‌عملی در خصوص ایران داره برای دولت بایدن زیاد خواهد بود، با توجه به اینکه نه تنها ایران در خصوص در داخل کشور مردم خودش رو میکشه و سرکوب میکنه، در منطقه هم رفتارهایی میکنه که به هر حال امنیت منطقه رو مختل میکنه، در روسیه کمک میکنه که شهروندان اوکراین رو بکشه و در حوزه های مختلف به هر حال مسائلی داره که کمک کردن به معترضان ایرانی و به هر حال دست و پای جمهوری اسلامی رو بستن زیاد کار سختی برای دولت آمریکا نخواهد بود. فقط اینجا محاسبه ریسک هست، محاسبه فایده و سودش هست، محاسبات طولانی مدت هستش که مثلا به هر حال بعد از اینکه این دور از فشار هم گذاشتن بعدش چیکار میتونن بکنن، بعدش جمهوری اسلامی چه خواهد کرد و در شرایط جدید با چه گزینه‌هایی مواجه خواهند بود و در اون شرایط آیا آمریکا بعد از اینکه این اهرم‌ها رو ازشون استفاده کرد آیا اهرم دیگه‌ای در به هر حال در جیب خودش خواهد داشت که استفاده بکنه، که اینا سوالای خیلی سختی هستش که به هر حال نظر من برای هر دولتی کار دشواری هست. ولی فعلا فکر می‌کنم که فشارهایی که در دولت آمریکا میارن معترضین فعالای سیاسی بعد همواره در واقع بالاترین سطح مطالبات رو مطرح بکنن و فشار بذارن و تا اونجایی که میتونن بهش دستیابی پیدا کنن. ولی خب اینکه تا چقدر میتونن که بهش برسن اینم یه سوالی هستش که با توجه به محدودیت‌ها میتونه که در شرایط مختلف تغییر بکنه. ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت.